بچه ها من لایو رو سیو نکردم، یادم رفت. یه چند دقیقه صحبت میکنم، لایو رو سیو میکنم. ببین هموطن، فکر نکنید که آی تموم شد و دو سه روز دیگه بذار من کامنتارم ببندم تمرکز داشته باشم. ببین هموطن، فکر نکن که تموم شد دو سه روز دیگه مردم میشینن. نه، این فکر از سرت بیار بیرون. تو شهرهای مختلف توی سیستان و بلوچستان دارن مبارزه میکنن و وظیفه ما اینه که چون اینترنت ها توی ایران قطعه، اطلاع رسانی کنیم. وظیفه منی که خارج نشینم نمیتونم بی تفاوت باشم. وظیفه همه این لطف و وظیفه است لطف هم نیم وظیفه است انجام بدم. چرا؟ چون هموطن من اونو که کف خیابونه به من احتیاج داره. الان درسته کنارش نیستم، ولی این از دستم برمیاد که اطلاع رسانی کنم. چون اینجا اینترنت ما داریم، حالا نمیدونم آخر شب اینترنت ها رو وصل میکنم، خیلی اینا بیناموسن. نشستن هموطنان اون کف خیابونن توی سیستان و بلوچستان دارن با اینا مبارزه میکنن. سال 57 هم اینترنت نبود. اون اتفاق قشنگه بخواد بیفته، هر کی تو هر محله تو هر جایی هست با دوستاش با رفیقاش یکی دو ساعت که اینترنت هست با هم یه اطلاع رسانی کنن. 7-8-10 نفر یه جا جمشید شروع کنید، بقیه هم به شما میان ملحق میشن، اضافه میشن. خودتون هم میدونید میشن. بعد خیلی زور داره، 4 تا بعد پیروزی نزدیکه، واقعا پیروزی نزدیکه. بیا بیرون هموطن. امروز چه ایرانی های خارج از کشور چه داخل کشور، هممون، حالا به قول معروف اونایی که توی ایرانن دمشون گم، حالا ما هم یه وظیفه ای داریم باید انجام بدیم، بی تفاوت نباید باشیم. و ایرانی های خارج از کشور دمشون گرم. خیلی ها دیگه گفتم مهم نیست واسه هم، مثلا طرف میرفته ایران میومده گفت الان دیگه من ایران نمیخوام، دیگه جمهوری اسلامی نفرت دارم ازش، چون واقعا جوانامونو داره میکشه و کشته. نمونش مهسا امینی دیگه ریدم تو جمهوری اسلامی. خیلی دیگه این قید اینا زدن، طرف مالی داشته اموالی داشته اومده تصویر نشون داده، دارن دیگه هر کی برای خوش خونه، مهم نیست واسش. میگه بس یه سری هایی که میان گوه مخورن بسیجی ها، یا یه سری وسط باز گوه مخورن. خیلی ها هستن خارج از کشور، بالاخره خونه دارن زندگی دارن یا ندارن، بالاخره یه چیزی دارن دیگه. قید اونایی هم که دارن قیدشون رو زدن دیگه، اومدن تأثیر نشون دادن ایران الان برای ما مهمه. و این وریان به اندازه خودشون دینشون رو دارن ادا میکنن. خب وظیفه ما این اطلاع رسانی کنیم هست. بچه ها تو خیابون هستن، فردا هم ادامه داره. تو هر محله شهری هستی به پاخیز، پیروزی نزدیکه. انقدر خوبه این پیروزی، انقدر خوبه این دموکراسی. دختر پسر آزادانه، زن مرد، با هر پوششی با هر لباسی با هر عقیده با هر مذهبی، یکی اینجا دوست داره کلیسا میره، یکی نماز میخونه، یکی آتئیست ایشی رو قبول نداره، یکی دیسکو میره مشروب میخوره میزنه میرقصه، کسی با کسی کاری نداره. مثلا روز عاشورا بود اینجا یه سریا بودن اعتقاد داشتن، یکی برای خودش عزاداری میکنه میره توی محله جایی اتاقی خونه، یکی میره مشروب خوری روبرو مشروب بازه. دموکراسی، کسی با کسی کاری نداره. آزادی به این میگن
دیگه 12 شب 1 شب دختر بیاد بیرون کسی کارت. یه سری ها میان میگن نه ما هنوز جنبه انتظار نداریم. چرا؟ ما مگه داشتیم اومدیم تو اونجا دیدیم و خودمون وقتی ببینیم مملکت دموکراسی شده مثل زمان شاه که من 40 سال همه فیلماشو دیگه دیدیم دیگه ایران چجوری بود عرضم به حضورتون که دیدید دیگه. ما اومدیم اینجا سریع آپدیت شدیم دیدیم وقتی میبینیم مثلا همسایت دوستش با خانمش با خواهرش با هر حجاب پوششی میاد بیرون تو هم با اون نگاه کنی اینجوری نه اینا همه کسشره اینا رو میان بین اسب گالی به من میدونم همه اینا کسشره میشه. اون همونجور که ما شدیم اومدیم اینجا موباز نهیده بودیم دیدیم دیدیم طرف مانتو دامن پوشیده دیدیم تاپ پوشیده دیدیم عادت میکنید اصلا سریع اینا همه کسه شعره. وقتی همه هم رنگ بشیم همه چیز بدی مهم نیست به قول یارو برات مهم نیست بخوای تحریک شی فلان شی. خیلی خوبه خیلی خوبه این آزادی رو شما مزدش رو بچشید. خیلی ها مثلا خارج از کشور اومدن سفر کردن میدونن ولی اگر کشور خود تموجوری بشه آزادی بیان آزادی بیان بهترین چیزه دیگه نمیگیرن بازداشتت کنن ببرن هر از هر چی دوست داری اعتراض تو میگی آی رئیس جمهور بعدت میاد نمیدونم از مجلس بعدت میاد میگی اصلا هیچ ترسی هیچ بازداشتی هم نیست مثل اینجا دزدی تجاوز دعوا اینا مثلا پرداخت نکردن مالیات اینا جرمه و یعنی پرداخت مالیات هم منظور آله دیگه اونجوری جرم نداره مثل تجاوز و دعوا و دزدی. وقتی دموکراسی بشه مملکت ما هم اینجوری میشه. دیدید طرف میاد ترکیه رو میبینه چه عشق میکنه یا میره تایلند ما هم بخوایم مملکت ما هم پیروزی نزدیک دست خودمونه همه چی دست خودمونه. خیلی حال میده امیدوارم اون اتفاقی بیفته. یعنی حق هیچ ایرانی نیست باور کن اینجا طرف ساندویچی هم کار میکنه فیش حقوقی داره بقالی کار میکنه همه اینجا فیش حقوقی دارن تو با فیش حقوقیت میتونی بری خونه حتی قسط برداری ماشین برداری. اینا حالا هیچی ندارن این کشور هیچی ندارن نه نفت داره نه گاز داره هیچی نداره تو این اوتیش که من زندگی میکنم ایران ما همه چی داره. بس بیایم حداقل چند سبایی که زنده هستیم این بیناموسا رو بیرون کنیم واقعا به اونی که میخوایم برسیم هدفمون پیشرفت بکنیم سریع. فقط اتحاد لازمه پیروزی نزدیکه. اینا که نشستن وسط بازی میکنن اونا هم بیان کف خیابون تمومه دیگه تمومه. الان دیگه ببین دیگه مرحله هستیم برخوردن به نظر من بر بخوره بذار آدم بگه حقیقت مثل ته کون خیار تلخه. روک بی معرفتیه یکم غیرت داشته باشی میری واقعا بی غیرتی و بی معرفتی اصلا ناراحت شدن نداره بذار بشه اونی که بذار تقل بشه بر بخوری یه تلنگوری بشه. من میگم من اتون دیروز بود یه لایو گذاشتم دلخوری کردم من محله خودم امروز دیدی دوتا کلیپ در اومد بیرون گذاشتم بالاخره آره همه چی رو خودمون میدونیم پیروزی نزدیکه. اینترنت باشه نباشه بچه ها کف خیابونن اینا هم اونقدر نیرو ندارن ببین 20 میلیون تهران جمعیت داره روزا شبا 15 میلیون 5 میلیونش بیان تمامه 3 میلیونش بیان فقط تهران تمامه. اینا هیچی نیستن مگه چقدر نیرو دارن چقدر مگه سلاح دارن اینا هیچی نیستن. بعد وقتی ببینن ارتشی هم ببینه شما جمعیتون زیاد شده بالاخره اونا میاد پشت شما. امیدوارم که اونا که ادعاتون میشه آی نمیدونم دسته به زن دارید لاتید پر روی جنگید الان مردم ایران به شما احتیاج دارن
اونی که میاد میگه بچه هم ما والاس اله بله جیم بله. الان اون دختر شجاعی که تو کف خیابونه به تو احتیاج داره، به من احتیاج داره. من حالا تو ایران نیستم ولی این ریختی دارم حمایت میکنم، اینی که دستم برمیاد. مطمئن باشید، مطمئن باشید، من اگه ایران بودم منم کف خیابون بودم. بالاخره نمیخوام منم منم کنم، اون موقعی که بوده منم بودم. اینا حالا من بیام حالا به تو ثابت کنم، فیلمی چیزی ندارم بهت نشون بده، ولی مطمئن باش، مطمئن باش، منی که 7 ساله 7 ساله دارم با این مخالفتم و با جمهوری اسلامی نشون میدم، سفت و سخت خسته نشدم، دنده عقب نگرفتم، 100% مطمئن باش تو ایران بودم، منم کف خیابون بودم. یعنی کسی که قبول نمیکنه یا واقعا بسیجیه یا طرفدار این نظامه، ولی اونی که باید من بشناسه میدونه. مگه میشه من 7 سال نزدیک او 20,000 تا کلیپ دادم بیرون، او شاید 100,000 دفعه لایو رفتم. یعنی من تو ایران بودم الان نبودم کف خیابون. اصلا اینو به هرکی بگی قلقلکش میگیره، همه دارم میگن، این وریه دارم میگن دمت گرم، 1,000,000 مثل هادی با غیرت چجوری بهت بگم پشت کار داشتیم مثل هادی توی ایران، ایران هم آزاد میشد. این هم من اونی که باید بدونه میدونه من بودم کفه خیابون بودم. اونی که لاتی به قول معروف جنگی، الان اون دختری که کف خیابون به تو احتیاج داره، آره کربلا تو همین ایران خودمون، حضرت زینب مظلومتر تو ایران داریم، از فاطمه زهرا مظلومتر داریم. پس این لایو من سیو میکنم، دوستتون دارم، با امید آزادی. امیدوارم که این حق ما نیست، کشور کوهن، چند هزار سال کوهن قدمت، بیایم به خفت خاری ما رو بندازم بسیجی ها. با امید آزادی امیدوارم که یه روز تو ایران ببینمتون. مک بر خامنه ای، دوستتون دارم.